سلام، به خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: طغیان فساد اداری در افغانستان، تاکید بر آگاهی دهی به شهروندان. رئیس اجرایی از روند اطلاع دهی نهادهای دولتی در پایتخت خوشنود است. در کشوری که فساد اداری و تاثیراتش در همه عرصه‌های زندگی مردم احساس میشه. محاکمه فرمانده پیشین قلوردوی 215 میوند. دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری محمد معین فقیر را به بیش از 5 سال زندان محکوم به مجازات کرد. این حکم قطعی نیست، در صورتی که قناعت نداشته باشه حق استیناف‌های شما تا مدت 20 روز محفوظ است. چین علاقمند ساخت نیروگاه برق بر دریای کنر. بررسی های فنی ساخت بند برق بر دریای کنر به زودی آغاز می شود. دشپاگو میاشتو پا مده که با ده کنر سین بانده پا بودره و نکتو که ده بندونو ده احداث ده پارا با مطالعه کو. و پرده برداری از جنگنده های پیشرفته روسیه. مسکو بر ادامه ماموریت نیروهای هواییش در سوریه تاکید می ورزد. من فواد امان هستم. عبدالله عبدالله میگوید که فساد اداری در افغانستان طغیان کرده است و در چنین اوضاعی به مردم باید همواره آگاهی داده شود. رئیس اجرایی در نشست ملی راهبرد دسترسی به اطلاعات در کابل از روند اطلاع دهی نهادهای دولتی در پایتخت ابراز خوشنودی میکند، اما بدین باور است که در ولایت ها بیشتر مقام ها حتی درک درست از این روند ندارند. تلاش برای دسترسی به اطلاعات در کشور چون افغانستان، اما در نشستی که در آن از تهیه راهبرد ملی دسترسی به اطلاعات سخن گفته می شود، حکومت و نهادهایش نیز انتقاد می شوند. در کشوری که فساد اداری طغیان کرده در حقیقت و تاثیراتش در همه عرصه‌های زندگی مردم احساس می شه، دسترسی به اطلاعات اولویت بیشتر پیدا می‌کند. در این میان آنچه که آگاهی نداشتن مردم و حتی کارمندان بلند پایه دولت از حق دسترسی به اطلاعات گفته می شود بیشتر دردسر ساز است، به ویژه برای رسانه ها و خبرنگاران در ولایت ها، چنان که بسیاری از قانون به نام دسترسی به اطلاعات نیز بی خبر هستند. در افغانستان اصل ای است در ادارات که اطلاعات همش طبقه بندی شده است. استثنایی است که اگر شما کسی را می شناختین شاید برتان اطلاعات را ارائه بکنه. و اما در حالی که از ایجاد کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات بیش از 2 سال می گذرد، دیده می شود که تا اکنون به نیازهای خود این کمیسیون رسیدگی نشده است. در امتیازاتی که باید به کمیسیون داده می شد، واقعا رقمی که باید و شاید حمایت‌های مادی و معنوی از کمیسیون صورت نگرفته و همکاری ادارات رقمی که باید و شاید نبوده. در راهبرد ملی دسترسی به اطلاعات، افزون بر این که بر نیاز به تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات تاکید شده است، از تمامی نهادهای دولتی و نیز از مردم خواسته شده است که برای دسترسی همه به اطلاعات بکوشند. این راهبرد مستقل بودن کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات را از نیازهای اساسی عملی شدن قانون دسترسی به اطلاعات دانسته است. سعید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات برای بحث بیشتر در این باره همراه ماست. خیلی خوش آمدین آقای افضلی. در موجودیت قانون دسترسی به اطلاعات بر راهبرد ملی دسترسی به اطلاعات چی نیاز دارد و این راهبرد در واقع چه معنا را در خورد مردم میدهد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و تمام بینندگان. یک سوال بسیار مهم است، چون قانون دسترسی به اطلاعات 2 سال قبل توشیح شد و فعلا مریول اجراست و برای از اینکه ما این قانون را به شکل درست تطبیق بکنیم نیاز است که ما از وضعیت یک درک درست داشته باشیم و دیدگاه واضح به خاطر از اینکه از وضعیت فعلی به یک وضعیت دلخواه برویم باید داشته باشیم. راهکارهای عملی باید تلاش شود تا ما بتونیم به نتایجی که نیاز است که باید برسیم به خاطر تغییر وضعیت، همه از این در استراتژی ملی دسترسی به اطلاعات گنجانیده شده. چیزی که در قانون دسترسی به اطلاعات طبعا نیست، چون قانون موارد که
تعریف هست، تعریف اطلاعات هست یا مثلا تعریف های دیگه هست، مسئولیت های نهادها هست در قسمت ارائه اطلاعات و موارد دیگه به شمول ممنوعیت ها و ساختار کمیسیون و این موارد است. اما ما در استراتژی ملی دسترسی به اطلاعات یک تحلیل همه جانبه از وضعیت داریم که در دو سال گذشته چالش هایی را که ما مواجه شدیم، نه تنها ما بلکه تمام شرکای ما، تمام جوانب زیر دخل که در امر دسترسی به اطلاعات یک نقش دارن به شمول رسانه ها، جامعه مدنی و نهادهای دولتی، همه از اینا بعد از یک پروسه طویلی که 6 ماه را طول کشید با مشوره ها ما تونستیم که استراتژی را تدوین بکنیم که تمام مشکلات و تمام یافته هایی را که ما در دو سال گذشته داشتیم بر از او راه حل پیدا کردیم و یک راهکار بسیار واضح فعلا به خاطر تغییر وضعیت ما داریم که ما امیدوار هستیم با تطبیق این راهکار ما بتونیم وضعیت دسترسی به اطلاعات را در افغانستان به شکل جدی تغییر بدیم. پیروی و رعایت از راهبرد ملی دسترسی به اطلاعات آلا الزامی است بالای تمام نهادهای دولتی، کدام در اولویت قرار داره، قانون دسترسی به اطلاعات یا راهبرد ملی دسترسی به اطلاعات؟ راهبرد ملی دسترسی به اطلاعات کدام چیز جداگانه از قانون نیست. قانون طبعا امو اساس قانونی را برای دسترسی به اطلاعات میگذارد. راهبرد دسترسی به اطلاعات زمینه را به خاطر تطبیق قانون آماده میسازه و تمام پلان عملیاتی جز از این راهبرد است که بالاخره هر نهاد مسئولیتاش بسیار واضح و مشخص شده که چگونه امان مسئولیتی که در قانون داره به او دست پیدا بکنه و عملی بسازه. و ما میخوایم که در این مورد یک دو مثال را خدمتتون را بکنم. مثلا یکی از مواردی که بسیار جدی است فعلا این است که قانون دسترسی به اطلاعات موارد بسیار زیاده است که مشکل زا از خودش مشکل آفرین است در راستای دسترسی به اطلاعات. شما به حیث یک متقاضی وقتی به یک اداره مراجعه میکنین، مثلا از شما میخوان که یک فرم که از طرف وزارت مالیه تابع شده باید او را شما خانه پوری بکنین و اکثر ادارات فرم در دسترس خود ندارن و یا هم اگر دارند هم میتونن بسیار با آسانی برای شما بگن که فرم نیست و بالاخره به این شکل در قدم اول دسترسی شما را به اطلاعات محدود بسازه. بنان به خاطر تغییر از این موارد و یا هم فعلا کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات یک کمیسیون مستقل نیست، از نگاه اداری و اجرایی مربوط وزارت داد فرهنگ است و امی اتکاش به وزارت داد فرهنگ باعث ازی شده که وزارت داد فرهنگ امروی ما همکاری نکنه و امکانات بسیار ابتدایی را هم در دسترس ما قرار نده. بالاخره نتیجه از این میشه که ما نیاز داریم که قانون دسترسی به اطلاعات را تغییر بدیم، تعدیل باید بیاید و ما طرح هزیر آماده کردیم، چیزی است که حکومت افغانستان برای ما قبول کردن تطبیق استراتژی دسترسی به اطلاعات آقای افضلی. و با این موارد میشه که واقعا تغییرات بسیار کلی در راستای دسترسی به اطلاعات در موجودیت بیه. قانون دسترسی به اطلاعات بسیاری از نهادهای دولتی از دادن اطلاعات به خبرنگاران و رسانه‌ها سر باز میزنند و در بسیاری از موارد بسیار به سختی و دشواری حاضر میشن تا اطلاعات در خورد شهروندان قرار بدن. با تدوین راهبرد ملی دسترسی به اطلاعات آیا این مشکلات پاسخ مثبت دریافت خواهند کرد؟ این راهبرد میتونه پاسخ برای حل این چالش ها در برابر خبرنگاران باشه؟ خیلی کوتاه. کاری که ما در استراتژی انجام دادیم این است که ما یک تحلیل واقعی بینانه را از وضعیت داشتیم و همین چالش هایی که شما ذکر کردین ایره در استراتژی گنجانیدیم و راه های حل برای پیدا کردیم. حالا که چگونه این مشکل حل شوه در قانون دسترسی به اطلاعاتی وجود نداره این مورد، اما در استراتژی وجود داره. مثلا یک تحلیل شده که چرا وضعیت فعلی در ادارات به این شکل است. مثلا مدیریت اسناد مشکل داره، منابع بشری مشکل داره، یعنی منابع بشری کافیره به خاطر دسترسی به اطلاعات در ادارات نمیگذارن، مراجع مسئول رسانی که ساخته شده امکانات کافی ندارن و ما در استراتژی نهادها را ملزم به این ساختیم که همین موارد در نظر بگیرن و وضعیت را بالاخره به خاطر دسترسی به اطلاعات تغییر بده. سپاسگزارم از حضورتان در برنامه. سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات. دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری فرمانده پیشین قلوردوی 215 میوند را به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌ها به بیش از 5 سال زندان و پرداخت جریمه بیش از 400 هزار افغانی محکوم به مجازات کرد. در این نشست دادگاه فرمانده پیشین لوای اول و دوم این قلوردو در پیوند با این قضیه به بیش از 3 سال زندان محکوم گردیدند، اما دادگاه به مدیران تفتیش مالی و کشف این قلوردو برائت داد.
این فرمانده پیشین ارتش و امرانش از بر استفاده سو از صلاحیت ها به ویژه به کارگیری از 30 نظامی ارتش و 5 موتر نظامی برای محافظت از خانه این فرمانده در کابل و نگهداری بیش از 13 میلیون افغانی پول قراردادیان ارتش در نزد خودشان و دادگاه کشانیده شده. امی اردو را ما ایجاد کرده ایم. سپر سپر یک کارتش در جبه ماست، نه در جبه وزیر است، نه در جبه لوی درستیز است. ما قماندان کل اردوی مرکزی بودیم که در 34 ولایت افغانستان نیرو داشتیم. این اونمو وقت زمان جلالتما به محترم ما که در هلمند رفتیم وضعیت مورده محاکمه وضعیت کردیم و من حیث قماندان باید محاکمه وضعیت میکردیم. نقاط قوی دشمن تثبیت کردیم که کدام نقاط قوی دشمن است و نقاط ضعیف خود تثبیت کردیم که کدام نقاط ضعیف ماست. ما نقطه ضعیف خود پامیر خود یافتیم. در قسمت توزیع پول ما احساساتی نشوم. پول بله پول با اساس پیشنهاد ما برآمد. یکی قانونی بود غیر قانونی من مسئول نبودم در اونجا. قماندان قدمی مادون چل پیشنهاد میکنه. پیش خود چل پیشنهاد نمیخوای حفظش میکنی غیر قانونی است. چرا حفظ نشده؟ با این حال دادگاه به 3 تن از متهمان این قضیه براحت می دهد. این حکم قطعی نیست، در صورتی که قناعت نداشته باشید حق استیناف‌خواهی شما تا مدت 20 روز محفوظ است. فساد اداری از بزرگترین چالش‌های فرارای پیشرفت‌ها در افغانستان دانسته می شود، چنان که حکومت به تازگی فساد اداری را مانع موفقیت نظامیان در ماموریت‌های جنگی گفته است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که ارزیابی مراکز رایدهی را در مراکز ولایت ها فردا به پایان خواهد رساند. رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این ارزیابی ها را با بکارگیری سامانه های برقی انجام دادند و پس از آن ارزیابی مراکز رایدهی ولسوالی ها را آغاز خواهند کرد. این کمیسیون نبود همکاری های برخی از نهادها را بزرگترین چالش در برابر برگزاری انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی ها میپندارد. رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که افزون بر ناامنی ها نبود همکاری نهادهایی که در راستای انتخابات کار میکنند از مهمترین چالش ها در برابر برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی هاست. با این هم این مقام کمیسیون میگوید که روند ارزیابی مرکزهای رایدهی در شهرها تا روز دوشنبه به پایان خواهد رسید. ارزیابی مجدد مراکز رایدهی و همچنین متوازن سازی در مراکز ولایات یا در شهرها رو به پایین است. ما امروز و فردا هم در مراکز شهرها مصرف ارزیابی مراکز رایدهی خواهیم بود و بعد از 2 روز بعد دیگه میریم به طرف ولسوالی ها و امیدوار هستیم که همونطور که در شهرها هموطنای ما همکاری کردن، در اطراف هم هموطنای ما با کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات همکاری بکنن. اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات میگویند که بررسی های این نهادها نشان میدهند که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات برای ارزیابی مرکزهای رایدهی به محلها نرفتند و بررسی های آنان شفاف نیستند. گزارشات برام آمده تعداد از ولایت تا طرف قندار، زابل، نیمروز، اروزگان، هلمند هنوز اوج فعالیت ها بسیار دقیق آغاز نشده و تلاش های چشمگیر وجود نداره که ما مطمئن شویم که واقعا این ارزیابی میتونه کمک بزرگ باشه. از سوی هم رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات رسیدن کارمندان این کمیسیون را به ولسوالی های دوردست و ناامن کشور ناممکن میداند. سروی مراکز رایدهی که یک قسمت زیادش در مناطق ناامن است، چگونه در مورد از تصمیم میگیرن؟ آیا مراکز باز اعلان میکنن؟ آیا میتونن به ساحه خود برسانن؟ که به یقین نمیتونن. اما پس چه تصمیمی در مورد از میگیرن؟ هنوز گنگ است، هنوز ابراز نظر نکردین. با تشخیص و تعیین مرکزهای رایدهی نخستین مرحله انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها آغاز خواهد شد، اما هنوز هم نگرانی ها از چگونگی تامین امنیت این مرکزهای انتخاباتی در انتخابات 16 ماه سرطان سال آینده پا بر جا هستند. رئیس جمهور غنی امروز در فرمان وایس احمد برمک را سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور داخله معرفی کرد. پیش از این تاج محمد جاهد وزیر امور داخله بود. وایس احمد برمک پیش از این با عنوان وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبعی کار میکرد.
شیوه های تازه برای درمان معتادان مواد مخدر. در هلمند درمانگاه ساخته شده است که معتادان مواد مخدر را با آب و گفتار درمان می کند. مسئولان این مرکز شیوه آب درمانی را اثرگذارتر از شیوه درمان با دارو می دانند. روزهای اندک است که از دنیای دود و اعتیاد بیرون شده است. 30 سال تریاک و هیروین دود می کرد. او پدر 9 فرزند است و در حکومت دکتر نجیب الله یک نظامی بود. بله خولا روی غنت دیگه زایدر بدریس و پردیسیس با. بله تریاک و پردیسی همون تریاک شروع شد. این درمانگاه معتادان از سوی کسی اداره می شود که خودش یک روز معتاد بود و 4 سال تریاک دود کرد، اما در اینجا درمان شد و حال کسانی را درمان می کند که یک روز درد اونا را خودش حس می کرد و می کشید. در این مرکز ده ها معتاد به شیوه های گوناگون و به اصلی ترین شیوه که شیوه آب درمانی است و این گونه درمان می شوند. زخ پل معتاد وم تقریبا 4 کاله ما تریاک وسکوله. یا 4 کاله بعد از رالم په دغه مرکز کې دلته ما درملنه وکړله پریم شووله. بسیاری از کارمندان این مرکز را کسانی می سازند که معتاد بودند و در اینجا ترک اعتیاد داده شدند. تو نواره می چرس کوره چرس سره کرا کرا تخته سره وروینو وشو ته واوسترم او سغره مده شبخانی کې نظام بستر کړی دی. کسانی که برای درمان به اینجا آورده می شوند در چند روز نخست به زنجیر کشیده می شوند. مسئولان می گویند این کار هم آنان را از آسیب رساندن به خود و دیگران در هنگام درد به دور نگه می دارد و هم به فکرشان می اندازد که چرا کارشان به اینجا کشیده است. تا لحظات دیگر. تلفات سنگین طالبان در هرمز، 60 طالب در حمله هوایی نیروهای دولتی کشته شدند. سفیر آلمان در افغانستان میگوید که حملات هراس افغانانه بر نهادهای دیپلماتیک نمیتوانند مانع تلاش های نهادها برای رسیدن به صلح در افغانستان شود. سفیر آلمان که در مراسم واگذاری ریاست برد جهانی هماهنگی پلیس از آلمان به کانادا در کابل صحبت میکرد، تاکید میورزد که از خودگذاری های نیروهای امنیتی سبب شدند کانادا در افغانستان فعالیت کنند. وزیر پیشین امور داخله از معرفی بیشتر از 200 تن از افسران این نهاد به نهادهای عدلی و قضایی به علت آلوده بودن و فساد اداری در این نشست خبر می دهد. منابع می گویند که مرکز ولسوالی هرمزد ولایت فاریاب به دست طالبان افتاد. نمایندگان فاریاب در شورای ملی می گویند که طالبان دیشب بر این ولسوالی حمله کردند و پس از درگیری های سخت با نیروهای دولتی این ولسوالی را سقوط دادند. اما وزارت امور داخله سقوط این ولسوالی را تایید نمی کند. در همین حال سخنگوی والی فاریاب می گوید که 60 تن از هراس افغانان شام امروز در حمله های هوایی مشترک نیروهای خارجی و افغان در این ولسوالی کشته شدند. ولسوالی هرمزد فاریاب پیش از چاشت روز یکشنبه به دست طالبان افتاد. با گفته نمایندگان فاریاب در شورای ملی، طالبان شب هنگام بر این ولسوالی حمله کردند و پس از درگیری های سخت میان نیروهای دولتی و طالبان این ولسوالی سقوط کرد. بعد از سقوط 4 پوسته موفق شدند مرکز ولسوالی را تصرف بکنند. قماندانی امنیه ولسوالی در اختیار از اوناست. نیروهایی که در وجود اردوی ملی و سایر نهادها موجود بود و اونا عقب نشینی کردند در کمپی که اردوی ملی در وجود داره. این ولسوالی نزدیک به 1 سال پیش نیز به دست طالبان سقوط کرده بود و نیروهای دولتی اداره این ولسوالی را دوباره به دست گرفتند. اما در این مدت تمامی راه‌های زمینی با این ولسوالی بسته بودند. مردم فاریاب کلش به می تشویش است که اولادش اونجا گروگان است و اگر به زودترین فرصت عملیات نکنن، ما میال شهید زخمی داریم، از اردو داریم شهید زخمی، 12 نفر شهید داریم زخمی داریم و 9 نفر هم شهید داریم و یک تعداد پوسته ها عقب. بله ولسوالی سقوط خورد. با این حال وزارت امور داخله سقوط این ولسوالی را نمیپذیرد. از دیروز به این طرف به شدت در حومه این ولسوالی جنگ است.
نیروهای ما در اونجا مستقر هستند و تلاش داریم که حملاتی که از طرف دشمن است به عقب زده شود. نظامیان پیشین نبود رهبری درست نیروهای دولتی را علت سقوط ولسوالی ها در کشور می دانند و می گویند که اکنون این نیروها با هزینه های سنگین این ولسوالی را پس خواهند گرفت. قوای ما و یا پوستای ما حمایه عقبی ندارند و با وقت و زمان اکمالات نمیشند و حمایه هوایی ندارند. اونا نقطه ضعف دشمن میفهمه، اوندموج حمله میکنه و امو ساحه را پس تصرف میکنه. غرماج از ولسوالی هایی است که در مسیر شهرهای حلقه افغانستان قرار دارد و جمعیت آن نزدیک به 70,000 میرسد. نمایندگان این ولایت میگویند که سقوط این ولسوالی، ولسوالی های المار و قیصار فاریاب را نیز با تهدیدهای امنیتی روبرو خواهند ساخت. تا لحظات دیگر. از سرگیری انتقال میوه های تازه افغانستان به هند، شرکت کامیار به اجرای این کار خواهد پرداخت. قرار است به زودی چین بررسی های فنی را برای ساخت نیروگاه برق در دریای کنر آغاز کند. والی کنر که به تازگی از سفر چین برگشته است میگوید که این کشور علاقمند است تا افغانستان را در ساخت بند برق در دریای کنر کمک فنی بکند. مسئولان امنیتی در ولایت کنر میگویند که برای تامین امنیت این پروژه آمادگی های کامل را دارند. والی کنر میگوید که در سفر اخیرش به چین مقام‌های بخش آب و برق این کشور علاقمندی نشان دادند که به زودی بررسی‌های فنی را برای ساخت نیروگاه برق بر دریای کنر آغاز کنند. وای میگوید که ساخت بندها بر دریای کنر به علت تولید صدها مگاوات برق اهمیت بزرگ برای خودبسندگی کشور در بخش تولید انرژی برق دارد و در این بخش مقام‌های چینی متعهد به کمک‌های فنی شده‌اند. چینایی حکومت دتجمنده چه د شپږو میاشتو په موده کې به د کنر په سین باندې په دو درې نقطو کې د بندونو د احداث لپاره به مطالعه کو، سروې به تکمیلېږي او ډیزاین به جوړېږي د بندو. دا یو ډېر قوي د افغانستان هغه د سندو څخه دی چې ډېر اعتعاده په ډېره اندازه پرې فهمان اوبه لري او د دې څخه همیشه د په ګاونډي هېوادو خلاف دغه حرف ته د افغانستان او د بین الملل استفاده ځن کړی ده. در همین حال شمار از باشندگان ولایت کنر با خرسندی از عملی شدن این پروژه میگویند که حکومت باید مشکلات فرارای این پروژه را حل سازد. تر نن سبا زمانه د کمپیوټر ده، د کمپیوټر سره ډیری ستونزې حلیږي. دا چې برق نشته ده، فابریکې نشته ده، بیروزګاری ور سره زیاته ده. د کنړیانو لپاره نه بلکې د ټول افغانستان لپاره او که دی منی یو بند جوړ شي بلکې دو بندونه پی جوړ شي څومره چې په دی منی کار کیږي د کونړیانو د پاره بلکې د ټول افغانستان د پاره په ګټه دی. الحمدلله په کونړ کې په ټول افغانستان کې بل خصوص په کونړ کې موږ دومره وبلرو کچیرته دا په کار باندې راشي نو د دې برېښنا یوازې دانه چې افغانستان د پاره بلکې د ګاونډي هوادونو ته موږ هم دا ورکولی شو. دریای کنر با داشتن آب فراوان یکی از دریاهای بزرگ کشور است و گفته می شود که با در نظرداشت ظرفیت بلند آبی این دریا فرصت های ساخت چهار بند را دارد که با ساخته شدن آنها در حدود 2000 مگاوات برق تولید خواهد شد. قرار است تا 4 روز دیگر شرکت کامیار با بکارگیری از یک هواپیمای بزرگ 747 بوئینگ میوه های تازه افغانستان را به بازارهای هند انتقال دهد. رئیس جمهور غنی دستور داده است که حداقل هفته 120 تن میوه های تازه کشور به هند انتقال داده شوند. تا لحظات دیگر. حمله مرگبار در پاکستان، نهادهای امنیتی برای مهار حمله های انتحاری دست به کار شدند. از 125مین سال روز نیروهای هوایی روسیه با مراسم ویژه در مسکو بزرگداشت شد. در این نمایشگاه جنگنده های پیشرفته این کشور به نمایش گذاشته شدند. فرمانده نیروهای هوایی روسیه تاکید می‌ورزد که خلبانان این کشور تا هنگام در سوریه صلح و ثبات تامین نشود و مأموریت هواییشان در این کشور ادامه خواهند داد. نمایش جنگنده های روسیه در مسکو
این مراسم که به مناسبت سال روز تأسیس نیروهای هوایی روسیه در مسکو برگزار شده است، در آن 150 جنگنده روسیه پروازهای نمایشی را انجام دادند. جنگنده های سوخو 30، سوخو 35، امای 26 و K52 که ساخت روسیه هستند و پیشرفته ترین جنگنده های این کشور در برابر جنگنده های F-16 امریکا به شمار می روند، در این مراسم به نمایش گذاشته شدند. تخصص و نسل جدیدی از جنگنده های ما گرفته شده از جنگنده های پیشرفته است. از این هواپیماهای نسل تازه می توان در عملیات های بزرگ کار گرفت. این نمایش فوق‌العاده بود. نیروهای هوایی و خلبانان روسی از تاکتیک های فوق‌العاده برخوردار هستند. این در حال است که روسیه که از حکومت بشار الاسد در سوریه پشتیبانی می کند، نیروهای او این کشور در خاک سوریه امواره عمله هایی را در حمایت از ارتش سوریه در برابر عراس افغانان انجام می دهند. رئیس ارتش پاکستان از همه نهادهای این کشور می خواهد که برای مهار تهدیدهای حراس افغانان هماهنگی های لازم را انجام بدهند. جنرال قمر جاوید بجوا که از محل رویداد حراس افغانان اخیر در شهر کویته دیدار کرد، می گوید که باید همه نهادهای امنیتی و ملکی برای مهار این تهدیدها دست به کار شوند. دونالد ترامپ از بهر واکنشش در برابر خشونت‌ها در جریان راهپیمایی نژادپرستان سفیدپوست در آمریکا با انتقادهای فراوان روبرو شده است. یک مرد وابسته به این سفیدپوستان در جریان این راهپیمایی زمانی که موترش را به سوی معترضان مخالف نژادپرستان راند، یک تن را کشت و 19 تن دیگر را زخمی ساخت. دونالد ترامپ در پیوند به این رویداد تنها خشونت را نکاهش کرده است و از نژادپرستان سفیدپوست نام نبرده است. لحظه است که اعتراض نژادپرستان سفیدپوست و مخالفان آنان در شهر چارلوتسویل ایالات متحده به خشونت می گراید. یک جوان 20 ساله موترش را به سوی معترضان می راند. بسیاری از کسانی که در این صحنه حضور داشتند حیرت زده شده بودند. من دیدم که یک موتر به سوی ما می آید و سرعتش نیز بلند است. برای مجیب بود، زیرا سرعت موتر نباید با آن اندازه باشد. اما با آن توجه نکردم. وقتی سرعت موتر افزایش یافت، من خودم را به گوشه انداختم و موتر مردم را زیر گرفت. مظنون این رویداد جیمز الکس فیلدز نام دارد و اکنون در بازداشت پلیس به سر می برد. مادر این مظنون می گوید که نمی دانست پسرش تصمیم به چنین کار گرفته است. من تنها می دانستم که او به یک راه پیمایی می رود. می کوشم تا از اندیشه های سیاسی پسرم دور باشم. اما واکنش رئیس جمهور ایالات متحده در برابر این رویداد نیز خبرساز شده است. او پس از این رویداد گفت: ما این نمایش فجیع نفرت، کلدوری و خشونت را با تندترین واژه‌ها و در تمامی جناح‌ها نکوهش می‌کنیم. اما برخی از سناتوران آمریکا و شهروندان این کشور می‌گویند که دونالد ترامپ باید عبارت سفیدپوستان نژادپرست را به کار می‌برد و کارهای آنان را به گونه‌ای روشن نکوهش می‌کرد. وارد کنندگان نفت در ولایت هرات میگویند که بخشیده شدن محصول هزاران تانک نفت به نام نهادهای امنیتی و نیروهای خارجی وارد کنندگان نفت را در این ولایت با ورشکستگی روبرو ساخته است. این بازرگانان میگویند که صدها تانکر نفت با همکاری شمار از حلقه ها در درون حکومت بیان که محصول گمرکی بپردازند، وارد هرات میشوند و در بازارهای سیاه به فروش میرسند. سندهایی که به طول نیوز رسیدند نشان میدهند که از 4 ماه بدین سو بیش از 400 تانکر مواد نفت از مرز تورغندی وارد هرات شدند، اما از این میان تنها 60 تانکر از این ولایت بیرون رفتند و بخش بزرگ از این نفت در بازارهای سیاه در هرات به فروش رسیدند. تطبیق نشدن قوانین یکسان به سطح کشور همیشه یکی از جمله معضلات ولایت هرات بوده. متاسفانه به این مشکل هیچگاه رسیدگی صورت نگرفته. عواید دولت ما صدمه میزنه و هم زمینه رقابت سالم از تجار میگیره. مسئولان اتحادیه وارد کنندگان نفت نیز میگویند که فروش نفت با باهای کمتر توان رقابت را از بازرگانان گرفته است. 60 دلار و 80 دلار و 100 دلار یک تن میفیر میفروشم که اصلا بازار تجارت را بر هم زده. سخنگوی والی هرات نیز تاکید میکند که برخی شرکت ها نفت های معاف شده از محصول را در بازارهای هرات به فروش میرسانند، اما وی تاکید می‌ورزد که اداره محلی این ولایت
فعالیت برخی شرکت های را که خلاف ورزی می کنند زیر نظر خواهند گرفت. تقاضای ما از وزارت محترم امور داخله ای بوده تا محموله هایی که از بنادق وارد افغانستان میشن توسط پلیس ویژه‌ای که هست اینا اسکوت بشه از مبدا تا مقصد تا جلوی سوء استفاده احتمالی افراد گرفته شه. رئیس شورای ولایتی هرات برخی از حلقه های زورمند در درون حکومت را به همکاری و پشتیبانی از این شرکت ها متهم می سازد. افراد زورمند از مرکز از اینا حمایت میکنن و ارگان هایی که در ولایت هرات هست تا به همین حال نتونستن اینا رسیده بشه. وارد کنندگان مواد نفت در هرات ادعا می کنند که هرچند شمار نیروهای خارجی در کشور از سال 2014 میلادی بدین سو به گونه چشمگیری کاهش یافته است، اما تا کنون تغییری بر میزان وارد شدن مواد نفتی به این نیروها در کشور به میان نیامده است. باشندگان ولسوالی چاهاب ولایت تخار از حضور و فعالیت های گسترده افراد مسلح غیر مسئول در این بخش سخت انتقاد می کنند. باشندگان این ولسوالی تفنگداران بشیر قانت از فرماندهان پیشین حزب اسلامی را به قتل باشندگان این ولایت متهم می سازند. شمار از باشندگان ولسوالی چاهاب می گویند که در تازه ترین رویداد تفنگداران بشیر قانت بر نمازگزاران گلوله‌باری کردند و 6 تن را در مسجد کشتند، اما بشیر قانت این اتهام ها را رد می کند. در مراسم به خاک سپاری یکی از کسانی شرکت کردند که در گلوله‌باری تفنگداران بر نمازگزاران نماز جمعه در ولسوالی چاهاب تخار کشته شد. تفنگداران غیر مسئول روز جمعه بر نمازگزاران گلوله‌باری کردند و 6 تن را کشتند و 36 تن دیگر را زخمی ساختند. باشندگان این ولایت تفنگداران بشیر قانت از فرماندهان پیشین حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را مسئول این رویداد می‌دانند. مسجد زخمی کرده برین مشاهده کنین اکوسی کنین ببینین ای مرگ میترسی ای خدا نمیترسی این کارا کی کرده؟ بشیر کرده بشیر خانی گلبدین خانی راکتیار سیم بخاطر امی مثلا را روی کرد که این مولای محفوظ باید در مسجد نمانه. امام مسجد جامع چاهاب میگوید که وی میخواست درباره بی‌عدالتی و برخوردهای غیر قانونی افراد فرمانده بشیر قانت صحبت کند که تفنگداران وی بر مسجد حمله کردند. نماز پیش جمع قضا شد، ما نماز نخواندیم، همین 300 نفر متواقی با صدها نفر دیگر در بیرون امراه اینا در حال مقابله است، با سنگ، با چوب، با بوت، با چبلق مقابله است و آنها را شهید کردند. پیش از این نیز این امام مسجد در برابر بشیر قانت جهاد اعلام کرده بود. هر کس در کوچه هر کس میکشه اینا متهم میکنن که فلانی کشت، در حالی که متعلق به من نیست. حتی درام که پشت یک سنگ میخره میزنه اینا میگه این سنگ امیر بشیر می جومانده بود که سر پای از این خورد. این اتهامات علیه ما سالاس یا میکنن و ما از این اتهام از اینا باک نداریم. باشندگان ولسوالی چاهاب ولایت تخار میگویند که پس از ماه رمضان نزدیک به 90 تن از باشندگان این ولسوالی از سوی افراد این فرمانده پیشین حزب اسلامی کشته شدند. روز پنجشنبه گذشته نیز یک امام مسجد پس از آنکه از حضور افراد مسلح غیر مسئول در این ولسوالی سخن گفت به قتل رسید. وزارت زراعت و آبیاری میگوید که امسال در 3000 هکتار زمین زعفران کشت خواهد شد و برای کشاورزان 500 تن پیاز زعفران توزیع شده است. این وزارت تخمین میزند که برداشت زعفران امسال تا 8 تن خواهد بود، اما شمار از زعفرانکاران از نبود پشتیبانی وزارت زراعت و آبیاری در کار کشت و برداشت زعفران انتقاد دارند. عملیات پسگیری ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا آغاز شد. معاون فرماندهی زون SSSA اسپینغر میگوید که عملیات برای بیرون کشیدن طالبان از ولسوالی جانیخیل ادامه دارد. شورای ولایتی پکتیا میخواهد که مسئولان امنیتی این ولایت تبدیل شوند. تا 17 ماه دیگر پل سیاد بر فراز دریای پنجشیر در ولایت کاپیسا ساخته خواهد شد. رئیس اجرایی در مراسم آغاز کار ساخت این پل میگوید که با در نظر داشت اهمیت ترانزیتی ولایت کاپیسا، افزون بر این پل یک جاده معیاری ترانزیتی نیز در این ولایت ساخته خواهد شد. وزارت فواید عام میگوید که پل سیاد با کمک مالی ژاپن به گونه ویژه و با نمای زیبا ساخته می شود و این پروژه 98 میلیون افغانی هزینه برمی دارد.
شمار از باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه در ولایت تخار میگویند که نبود دیوارهای استنادی در کنار دریای آمو سبب شده است تا صدها هکتار زمین کشاورزی در این ولایت تخریب شوند. با گفته آنان دریای آمو زمین های کشاورزی، علفچرها و جنگل ها را در این ولسوالی به بستر دریا تبدیل ساخته است. این باشندگان میگویند 5 سال می شود که حکومت وعده ایجاد تحکیم دریای کنر را دریای آمو را می دهد، اما تا اکنون هیچ کاری در این بخش انجام نداده است. سازمان خوراک ملل متحد برنامه آموزشی 4 روزه را برای کارمندان وزارت زراعت و آبیاری راه اندازی کرده است که بر بنیاد آن زمینه های مدیریت آب برای کشت در کشور معیاری خواهند شد. مسئولان وزارت زراعت و آبیاری میگویند که آموزش این کارمندان در عملی ساختن پروژه های توسعه‌ای به ویژه در بخش مدیریت آب کمک خواهد کرد. نیروهای بومی که از سوی ایالات متحده آمریکا در سوریه حمایت می شوند به سوی شهر رقب و پیشروی های دست یافتند. نیروهای کرد موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه می گویند پس از آن که از بخش های شرقی و غربی بر شهر رقب حمله را آغاز کردند، اکنون آنان توانستند داعشیان را عقب بزنند. رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال ساحلی کابل آغاز شدند. این بازی‌ها با حضور 10 تیم به گونه لیگ در 2 گروه برگزار شدند و 3 هفته ادامه خواهند داشت. پس از وقفه کوتاه برمی‌گردیم. در پایان خبرهای ورزشی تقدیم می‌شود. خداوند نگهدارتان. برای نخستین بار رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال ساحلی کابل در ورزشگاه فدراسیون فوتبال ساحلی برگزار شد. کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال کشور هدف از برگزاری این پیکارها را پیشرفت و نهادی نشدن فوتبال ساحلی در کشور و نیز شناسایی چهره‌های تازه و جوان با تیم‌های منتخب فوتبال ساحلی پایتخت می‌دهد. هدف از برگزاری لیگ بی برای اولین باری است که ما بتونیم فوتبال ساحلی را زیادتر در برای مردم بتونیم که رواج بدهیم. مهمی است که تیم های زیادتری بیان، با قوانین آشنا بشن، اصلا با سبک فوتبال ساحلی آشنا بشن و هرچی تیم ها با مسابقه زیادتر بپردازن اون زمان است که ما میتونیم یک تعداد استعدادهای بهتر و جدیدتر را کشف کنیم. بازی های رقابتی هرچقدر زیادتر رشد فوتبال ساحلی میشه و بهترین مردم بسیار توجه میکنه به خاطر فوتبال ساحلی و کلی همه کوشش میکنه که در فوتبال ساحلی بیاین پیشرفت کنند. باید اینا سیمینارها ببینند و آموزش میدان تمرینات فوتبال ساحلی را آشنا شوند و بعدا تصمیم در امی است که از طرف استادای مسلکی و مسئولین مسلکی بر ازنا بهترتر و خوبتر کورس های آموزشی و سیستم آموختن تمرینات عرفوی شه برشان بیاموزانند. رقابت‌های فوتبال ساحلی لیگ دسته دوم شهر کابل با حضور 12 تیم در امین میدان ورزشی برگزار شدند و این پیکارها امروزه با انجام 2 دیدار پیگیری می‌شوند و در پایان 2 تیمی که بیشترین امتیازات را داشته باشند با لیگ دسته اول فوتبال ساحلی پایتخت صعود خواهند کرد. میرسید صدیقی، طلوع نیوز. بایرمونیخ موفق شد در نخستین دیدار خود در رقابت‌های فوتبال جام حذفی با 5 گل کیمنتزر را در هم بکوبد. بازی از زمان ابتدا با برتری یاران آریان روبن آغاز شد و این تیم پس از ایجاد موقعیت‌های فراوان روی دروازه عریف موفق شد دقیقه 20 و با شوت زیبای لواندوفسکی روی یک ضربه ایستگاهی به گل نخست برسد. در ادامه بایرن تلاش زیاده برای افزایش اختلاف در نیمه نخست داشت، اما این موقعیت ها نتوانست توپ را وارد دروازه کند و در نهایت 45 دقیقه نخست با برتری 1-0 بایرن مونیخ به پایان رسید. با شروع نیمه دوم عملات بایرنی ها ادامه یافت و کنگزلی کومان در دقیقه 51 موفق به زدن گل دوم تیمش شد. با ادامه عملات بایرن این تیم یک بار دیگر توسط لواندوفسکی در دقیقه 60 به گل 3 رسید تا برتری شاگردان آنجلوتی 3 برابر شود.
اما این پایان کار نبود و فرانک ریبری ستاره فرانسوی بایر مونیخ در دقیقه 80 گل چهارم را نیز به ثمر رسانید. Continúa Hummels, balón para Müller, el control es bueno, recorta, quería dársela a Hummels nuevamente, le cae a Coman, centro de Coman, despeja de cabeza. در دقیقه 90 مت اومیلز زننده گل پنجم بود تا مونیخی ها مقتدرانه و با پنج گل روی مرحله بعد جام حذفی شد. Recorta, centro de Coman, segundo palo, ojo al remate de Ribery, madre mía, qué parada de Kevin Kuntz, evitando lo que habría sido un verdadero golazo de Ribery. Como la... بازی از همان ابتدا در اختیار سیتی بود و این تیم کاملا بر توپ و هم میدان حاکم بود. در اوایل بازی دی براون با یک ضربه آزاد دروازه عریف را تهدید کرد که در بازبان برایتون مانع باز شدن دروازه شد. در دقیقه 32 سیتی بهترین فرصت ممکن را برای زدن گل نخست از دست داد. وارسال از جناح راست گابریل در دهان دروازه صاحب موقعیت شد، اما ضربه سر او با واکنش استثنایی رایان امراه شد. در اواخر نیمه نخست برایتون نیز برای نخستین بار صاحب موقعیت شد، اما مروفی در کنترل توپ ناتوان بود و ادرسون توپ را مهار کرد. در ادامه نیز تلاش سیتیزن ها برای گلزنی راه به جای نبرد تا نیمه نخست بدون باز شدن دروازه ها و پایان رسید. با شروع نیمه دوم و روی اشتباه مدافعان برایتون سرجو آگوئرو در مقابل دروازه صاحب موقعیت شد، اما ضربه او با بی‌دقتی رو به آسمان رفت. دقایق بعد برایتون دو موقعیت بسیار خوب را از دست داد. ابتدا پروپر با بازگشت در محوطه ضربه به سمت دروازه ادرسون نواخت که با حداقل اختلاف ممکن به بیرون رفت. یک دقیقه بعد و روی اشتباه سنگربان سیتی نیز برایتون در دو صحنه موقعیت خوبی داشت که نتوانست از آنها استفاده کند. پس از این دو صحنه سیتیزن ها دوباره سراپا عمله شدند و بالاخره موفق شدند قفل دروازه رایان را بگشایند و در فاصله کوتاه دو گل به ثمر رسانیدند. در دقیقه 70 و روی توپ ربایی بازیکنان سیتی داوید سیلوا با یک حرکت دیدنی آگوئرو را صاحب موقعیت کرد تا این بازیکن گلزن نیست با ضربه دقیق تیمش را 1-0 پیش انداخت. دقایق بعد و در دقیقه 75 این بار ارسال فرناندینیو با ضربه سر اشتباه دانگ وارد دروازه برایتون شد تا شاگردان پپ گواردیولا با دو گل از ظریف پیش افتادند. در ادامه از فشار عملات سیتی کاسته شد و بازی در میانه میدان دنبال شد. در نهایت سیتی موفق شد با همون دو گل برایتون را شکست داده و شروع خوبی را در لیگ برتر انگلستان تجربه کرد. آجر ابوالفضل میلی‌پوش 24 ساله کشور در پهلوی فعالیت‌های چشمگیر در تیم ملی فوتبال دختران بنیانگذار سازمان توانا نیز است و از طریق این سازمان توانسته است در برگزاری جشنواره‌های ورزشی در میان دختران سهم فعال و گسترده داشته باشد. من میخواهم در آینده ورزشگاه ورزشی همراه با مرکز سی برای بانوان تاسیس کنم که نخستین گام ها در این راستا برداشته شده است. آجر برای ایجاد انگیزه در میان دختران به هم مکاتب دخترانه می رود و آنان را برای داشتن هدف های روشن، خود دوستی و دیگران دوستی تشویق می کند. از این رو او سفیر ورزشکاران و مدافع زنان و ورزش برنده جایزه برترین بانوی کشور شناخته شده است. ما
مدام ذهن مرا مشغول خود ساخته داشتن و ساختن جامعه صلح‌آمیز، همپذیر و امن برای تمام افراد جامعه می باشد. دوست دارم در حمایت از حقوق بشر همیشه فعال باشم و شاهد جامعه پر از افراد سالم با اهداف مشخص، پویا و پرتلاش برای به دست یافتن صلح جهانی و آرامش بشر در تمام دنیا باشم. هاجر از سوی فدراسیون فوتبال و نهادهای ورزشی و فرهنگی دیگر از بهر اجرای مسابقات ورزشی به امریکا، ژاپن، جرمنی، دنمارک، نروژ، سریلانکا، نیپال، بنگلادش، این، قطر و اردن سفر کرده است و پس از بازگشت برای تغییر وضعیت زنان و از طریق زنان برای تغییر وضعیت جامعه گام‌های استواری را برداشته است. در افغانستان زندگی کردم و ای که عضو تیم ملی فوتبال افغانستان شدم و حساسه پیش رفتیم و موفقیت‌های دیگه در پهلوی عضویت تیم ملی به دست آوردیم که یعنی ریاست کمیته بانوان بود که از همانجا بود که مبارزات ما و فعالیت‌های ما آغاز شد که ما بتونیم تا از طریق ورزش کارهای بنیادی دیگه رو برای جامعه خود انجام بدیم. فوتبال سازنده شخصیت اجتماعی، روشنگر راه و تعیین کننده هدف‌های بانو آجر در زندگی بوده است و باعث شده است که او به پیروزی‌های چشمگیر دست یابد. من زمانی به معنای واقعی موفقیت دست پیدا می‌کنم که تمام افراد جامعه ما بدون هدف و بدون آرزو زندگی نکنند، سلامت فردیشان را سلامت اجتماعیشان بدانند و به این ارزش قائل باشند. هاجر ابوالفضل بروز 5 ماه اسد امسال در نیویورک برنده جایزه جهانی بهره‌گیری شجاعانه از ورزش شد. این جایزه اما ساله از سوی سازمان فراتر از ورزش به بهترین افراد داده می شود که از ورزش برای مبارزه با مسائل پیچیده اجتماعی در بخش‌های جنگ زده جهان بهره می گیرد. پنجمین روز مسابقات بسکتبال جام آسیا در حال سپری شد که بازی های گروهی در گروه های 3 و 4 به پایان رسید. در این میان استرالیا با کسب 3 پیروزی قدرتمندترین تیم این مسابقات بوده است. در گروه سوم تیم ملی لبنان میزبان مسابقات تیم قزاقستان را با نتیجه 96 بر 74 شکست داد. این دومین پیروزی لبنان و سیومین شکست قزاق‌ها در این مسابقات بود. در دیگر مسابقه این گروه کره جنوبی تیم زلاند نو را با اختلاف 1 امتیاز و با نتیجه 76 بر 75 مغلوب کرد. در پایان رقابت‌های این گروه تیم زلاند نو در صدر گروه قرار گرفت و تیم‌های لبنان و کره جنوبی دوم و سوم شدند و قزاقستان نیز در رتبه آخر قرار گرفت. اما در گروه چهارم این مسابقات تیم ژاپن با نتیجه قاطع 92 بر 59 بر هنگ کنگ غلبه کرد. در دومین بازی این گروه استرالیا نیز در سومین برد پیاپی خود تیم تایوان را با امتیاز 90 بر 50 در هم کوبید. درخشش استرالیا و زیلان در مسابقات جام آسیا در حال است که این دو تیم نخستین تجربه خود را در این رقابت ها شاهد هستند. این مسابقات در گروه های 1 و 2 ادامه پیدا می کند که در مهمترین دیدار ایران با تیم اردن مسابقه خواهد داد. با روشن شدن نتایج بازی ها فردا بازی های مرحله 1/4 نهایی هم مشخص خواهد شد. مسابقات بسکتبال جام آسیا در ورزشگاه نهاد نوفل در آستان جبل لبنان ادامه دارد. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های تنیس 1000 امتیازی مونترال کانادا که بامداد امروز پیگیری شد، فدرر و زوروف آلمانی با شکست دادن رقیبانشان رأی فرجامین دیدار این بازی ها شدند.
در یکی از دیدارهای برگزار شده مرحله نیمه نهایی این بازی ها، راجر فدرر سی بی سی در برابر رابن هاسه از آلند به میدان رفت و سرانجام این تنسور 36 سالی سی بی سی بود که در دو میدان پی در پی بر هاسه غلبه کرد و جواز و حضور به دیدار پایانی را به دست آورد.